عرض سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون پیکان، علاقمندان گزارشات بیرون از بلخ. باز هم در خدمت شما قرار گرفتیم. امشب شب خوبی است با یاران سمنگانی. خواستیم که بیاییم به سمنگان، به شهر ایبک، با عزیزانی که واقعا از خود تحرک دارن، شجاعت دارن و در خدمت مردم هستن صحبت های داشته باشیم. خوشبختانه میمان بسیار ویژه‌ای داریم، معرفی میشیم. فضل حق شیرزاده، یکی از هموطنان سمنگانی ما که خودش خواهش کرد که مرا طبیب نگوین چون من طبیب نیستم، اما آنچه که از پدر و مادر خدا مختیم در خدمت مردم قرار میدم. سلام برسه صاحب، خوب هستین؟ سلام علیکم. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین، بخیر باشین. میشه که با دوستا بگوین که چقدر وقت میشه در سمنگان زندگی میکنین و چگونه دسترسی پیدا کردین به علم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوش آمدید بگیم شما را به این کلبه غریبی ما، به این ولایت سمنگان بستانی ما. یاد کردین، آمدین، تشریف آوردین. هر یکی شما را، قدم های شما را خوش آمدید میگیم. دیگه یک علمی است که ما در مکتب نخوندیم، در کتاب نخوندیم، یک تجربه است. چون در محیط انقلاب کلان شدیم، در زمان اروسا مرا یادم میاد، اینطور خوردم نبودم، اینطور جوانم نبودم، من سنده 11-12 بودم. زدان و کندن بود، توب و تانگ و تیاره و میزد مردم ها میغلطید، لنگ لاش میشد. با در او وقت دارو در دسترستی از و موطنهای ما نبود، نگه امکاناتی در این 20 سالی که روش کردیم، بعضی چیزایی را که در دسترست مردم ما قرار گرفتن، او ای گپا در او زمان در او وقت نبود. مردم ها بسیار فرایشان بودن، بسیار در حالتی سردرگونی بودن. بله. باز مراجعه میکرد پیش پدرجان ما. پدرجان ما دکتر بود. پدرجان تانم به معرفی بگیرین که نامشان چی بود؟ چقدر وقت در خدمت مردم بودن؟ اسمشان شیر محمد خان است. تخلصشان کمپودر بود. او در زمانی پیش از تقاعدش تا تورانی را وظیفه اجرا کرده در حکومت در صفوف اردو. دکتر بوده، بعد از اونی تقاعد کردن، بعد از دکتری خود کار گرفت با ساختن داروخانه هایی که مردم ها مشکلات داشت. در بلخ شریف دواخانه لیمر در منطول ساخت. اونجا یک تقریبا 20 چند سال که از اون مردم کار کرد با منیس کمپودر. مصفیده محل ما رفتن، گفتن بیا در ولایت سمنگان، گرچه ما دارو خیلی مشکلات داریم، کمبوتات داریم، مردم ها در انگلیسی دسترسی نداشت، اگر دواخانه را می ساخت اما نسخه که در انگلیسی نوشته می آمدن دری در پشتو خوانده می تانست، در انگلیسی نمی تانستن. چون با اولیاز هم دواخانه را برای ما بساز، هم یک تا دوته اولادای ما را در زیر دست تربیه و آموزش بده تا در انگلیسی بفهمم، نسخه خط خوانده بتانه که پای شما بزرگوار بیکار شود، که در دیگه جایی نقطه سمنگان یک تعداد دیگه بگذاریم که مردم ها از مشکلات برای صحبتاتون هم قطع کردم. تا جایی که من شنیدم در زمان داود خان یا ظاهرشاه هم و بودن، این چگونه هست قصه؟ بله، این حقیقت داره. اونا در هر وظیفه اجرا میکردن، هم که تزم و طوله خود ظاهرشاه یک آدم چکری بوده، از هر نقطه افغانستان دیدار میکرده، میامده مشکلات های مردم و قریه در قریه میگشته، به نام شکار و به نام این و آن. هدفش سرزمی بوده که به ملت ما برسیم که ملت چه قسم زندگی داره، مشکلش در کجاست، خواست از یا چی هست. متاسفانه هر جایی که می آمده مردم افغانستان درخواست میکرد از ظاهرشاه، باید ما هر یکی ما در زیر پای ما یک موتر داشته باشیم،
و بسیار راحت زندگی باید بکنیم، چون معدنای ما کلان فعال است، کل کشورها به خدمت ما را بکنن، ما شاهزاده باشیم، دیگه دولت ها خدمتگار ما باشن. متاسفانه حال فعلا که زنجیش میکنم گپ سرچپه شد، اینال ما زنجیش میکنیم، کنیزی از وا را به نام این وان ما فرار میکنیم، میریم به کنیزی از وا، به خدمت از وا. ایره نمیسنجیم که شما فکر کنین یک کافر مسلمان میشه، ما و شما در هر نقطه جهان که باشیم در رسانه میشنویم که اگه امریکایی کلمه خوانده با قدرت الهی با چنان جان ما و شما شاد میشه، ایس سر به خود خنده در تمام جسم جان ما و شما موجود میه. بسیار زیاد شکر از شما، صحبت های بسیار خوبی داشتین. میایم در ارتباط با داروها صحبت میکنیم. اینجا تعداد زیاد از داروها گذاشته شده که هر کدام یاد من وظیفه خاص انجام میده و این چیزی بدون حکمت آفریده نشده. پروردگار به اندازه مهربان است. باور کنین که یک علفی که در لب جوی رشد میکنه و سبز میکنه او بدون فایده نیست. حتما او به چیز آفریده شده، وظیفه داره که انجام میده. جناب شیرزاده صاحب، بعد شما مشنیم که چقدر شما باورمند به این هستین که امروز حکیمای وجود داره، طبیبای وجود داره که میتونن با داروهایی که میسازن یا به دست میارن خوب خوب تکلیفایی که در پاکستان و در هندستان اینجا تداویشان نمیشه، اما در خود افغانستان با مو علفی که در لب جوی تداویشان میشه. شما چقدر به این باور دارین و تا هنوز شاید این موضوع بودین نبودین و خودتان چقدر این کار کردین؟ بسیار خوب فرمیدین صاحب. نظر به ارتباط بزرگای ما یا کلان سندای ما که عقل تکمیل شدن، یا خب به هر صورت اینی دوایی که میبینین در حضور ما از مادر جانم است، اینا صرف وقت مخصوص به خاطر طفل است، طفل معصوم است. اینا رو ما گرچه دکتر صاحب ها میخواده ایگه پا عقیده و قدر چیز ندارن، متاسفانه به هر صورت هر کس کار خدا پیش ببره. این همه میده طفلا را اکثرین وقت همی خانواده که از جایشی تو رست میکنه متوجه نمیشن. در کجا متوجه نمیشه؟ ای تو نمیکنه که اول سرش از بالش بلند کنه، دست خدا در زیر گردن از او تیر کنه که تا گردن از این نرم از محافظت شوه، کدی سر که از تنه جدا نشوه. اینا متاسفانه چی میکنه؟ دست از زیر قول طفل ای تو تیله میکنه، بالا ای تو بالا میکنه، گردن توقک میشه. با دینی جا اینی ها با درد از یا میخوره یا چی هست؟ یا یکس هست، یا یکس عربی هست. این ای از خود عربستان آورده؟ بله، اینا دوستا از هر ممالکی که حرکت میکنه باز برای ما یکان تماس که میگیرن، میگه برای تو چی بیاریم؟ باز ما پیشان خواهش میکنم برای ما چیزی رو بیاریم که با درد کلی همی مردم ما بخوره. بیننده های عزیز، تشکر از همراهی شما. صحبت های خوبی از جناب شیرزاده صاحب شنیدیم. شیرزاده صاحب، میایم در ارتباط به این داروها، خوب ایره معرفی کردین برای ما که به این چیز فایده داره و ایره شما گفتین امی بود نه، از عربستان خواستین که بعض اوقات یک داروی دیگر هم گفتین که در جیبتان یکان وقت بیرون میبرین، بعض تفلک ها که میبینین همون نوازش پدارانایی که با فرزندای خودتان دارین در بیرون با طفلای دیگه هم دارین، نمیخواین که اطفال منطقه در شهر ایبک، سمنگان یا در ولایتی که باشین شما خدمت خدا میکنین. بیایم سر از این صحبت کنیم، این چی است، چی فایده داره؟ این صاحب گل زرک است. خب همین تو بالا بگیرین دستونه که مالو بشه. این گل زرک است. اینا در وقت گلکاری ما میریم در روی دشتا آب شکار میریم، اگه 800 900 بالا میریم تا در هدف خسر زمین هست که در گیا برسیم. این یک چیزی است که در بسیار در دواز در زخمی، اگر انسانی که زخم میبرداره یک جای زخم میشه یا از بیرون یا از در داخل، یا یک انسان بسیار اکتوی شدید پیدا میکنه، این یک گیاهی است که نامش چی گفتین؟ این گل زرک میگن. گل زرک میگن. این یک قاشق ازیره در یک گلاسه شوانه ترک دبانین،
هیمتره نیست که جور است یا ناجور است، هم مگه سیادش به این ضرورت داره استفاده کنه، این یک تجربه بگیرن در خانهش تر بکنه، بانن بخورن صوبکی کدم کلی موادش کدم گل ملش اوش کدی بخوره، تبش اگم میکنه، جانش نرم میکنه، یگان ضربه، یگان جنگ من، یگان جا یک بوس و لغت هم که خورده باشم مستقیما دمو میرسم و مور ایمایه میکنم. بسیار خوب، خیلی تشکر. خوب جناب طبیب صاحب، میان در این مورد صحبت میکنید، در بین خلطه فکر میکنید شاید سرمه باشه، یعنی چیز دیگه تکبوبلایی است. خواه این در ملک بدخشان زیادتر تولید میشه، از اونجا جمع‌آوری میشن. ما از اینجا دوست هاست میرن یکان دفعه اوجا باز میگیم که بیار ای در چند نوه درد دواست، خصوصا به شکستگی او تیکت در وقت درد پیدا میکنه، باز میفهمه که ولی اینجا اگه پیدا شد اینمی دوایش هست. این قدر یک خسته زردالو بگیرین، این تو بالا طرف ایره یک هفته کتی شیر اف نخوت درس و یک انسان لط خورده و یک انسان از دیوال غلطیده است، از اسب غلطیده است، از تکر موتر است، این خب حادثات گوناگون. بله بازازی که استفاده بکنن مثل که موتر گریسکاری بکنین، نرم میشه، انسان هم بالا حالت همون نرم میسازه که تام درد ایست نکنه. دقیقاً این به خاطر زمین گفت. خب اینجا چند چیز دیگه هم هست؟ اینا گیاه است که دانه اینگ است. اینا دانه اینگ است. همه اینگ بدبویی که میگن؟ اینمی ایره به نام نیزه کمان میگه. اینگ نیزه کمان است. بعضی برادرای ما در افغانستان مفتلا به یک دردی است که به نام مواسر میگن. باز اینا به امر خداوند ده هیچ چیز به درد نمیخوره، کشنده اینمی مرض است، اینمی تکلیف است. و امروز جناب طبیب صاحب، امروز اکثر مردمی که ما صحبت کردیم از ناحیه قبضیت و این مشکلی که شما گفتین رنج میبرن، حتی میرن عملیات میکنن، خود زخمی میسازن. شما چی توصیه میکنین که آیا دوای وجود داره که از او استفاده کنن بدون کدام عمل جراحی خوب شون بخیر؟ بله اینی سه یک جای میشه، ای حال فعلا پیدا نمیشه، به حال مواد از هیچ به دست نمیه، چی میکنه فعلا کمپانی رو بند ساخته، یک قسم دیگه خب منتاز جایش روان کرده، اگر پوره کار از این هم نته 80% کار میکنه، باز کرخ کننده است. بله این کشنده بخار است، بخار اون دانه ای که وجود دارم. بله این اصلا در داخل انسان از مقر یک بخار پیدا میکنه، اینمی بخار است، باز از داخل میپوندانه که پوندید چی میشه؟ راه بند میشه، راه بند است، از کجا بیه؟ مجبور است 75 متر رو دست در هر گولایی که جای پیدا کرده اونم اونجا کلان شده، ذخیره شده میره، اینمی ها باید یک درد پیدا میکنه، در هر نوعی جانش باید یک درد پیدا میکنه، مواد غایته است، بند است، کجا بره اینجا مشکلات پیدا میکنه در قبضیت. بسیار کوشش بکنن پیش دکتر، در او حالت و هر حالتی میشه باید مراجعه شوه، یا پیش طبیب یا پیش دکتر، او حیاتی است. یک دفعه باد بگیره در اون حالت روده میترقه، روده ترقید اگه انسان میره مالجوی یا حکیمی یا علاج دکتری بیخی باید مراجعه بکنن، توصیه مهمیز باید بیاین. بله بدون عملیات هم بسیار راه هاست که کشنده قبضیت هست، این می انجیر در نظر این مردم نمیه، این انجیر خوش هم به زمستان پیدا میشه هم به تابستان. انسانی که قبضیت داره باید سال از 12 مزی بخوره، چون کشنده قبضیت اینمی است. در ایتوری اگه صاحب هست اینمی گیاهی که ما در دسترس خود قرار داریم،
یا گفت این رم از وطن است؟ بله. این رم از وطن است؟ بله. دیگه او رم از وطن است؟ بله. ایم از وطن است؟ ایرم از وطن است؟ ایم؟ اینا هم از وطن است؟ اینی از خود سمنگان است؟ این انگور هم از خود سمنگان است؟ اینا میرن تا بسیار ممالکی که در دسترس تجارای ما قرار میگیرن، چون به خاطر اینکه قوت تکمیل داره، رسیده میتونه، رفته میتونه، بسیار دولت ها از این مستفید است. ولی در پیش ما بسیار یک چیز بیارزیش است. فعلا با یک سیرش 7 کیلوست 200 افغانی میته، مردمی که نداره او خو از پولیش دیده تیر میشه. او ایده برادرهای ما که دارم دیدنش یک فایده داره برش. بله بله، چشم خدا خواه میده. بسیار تشکر و میوه شاهانه است. از شما خیلی ممنون تا این لحظات برنامه ما رو همراهی کردین.